با درود و عرض ادب، روز هستم از مجموعه جوایز پارسی در تورنتو، در خدمت یکی از میهمانان بسیار عزیزمون در کشورمون ایران هستیم، آقای امیر خرازی، عکاس موسیقی، تهیه کننده و کنسرتگزار در ایران. من متولد سال 1361 هستم، تهران، و تا همین الان هم تهران زندگی کردم. هیچ وقت شهر دیگه ای رو در واقع به صورت دائم زندگی نکردم. من به اصرار مادر از دوران دبیرستان وارد رشته ریاضی فیزیک شدم. سال اول مهندسی شیمی قبول شدم. یک سال خوندم، انصراف دادم، دوباره کنکور داده بودم، این بار ریاضی محض قبول شدم. 3 سال خوندم، دوباره انصراف دادم و بعد سال سوم انصراف دادم، بعد آیتی خوندم، آیتی رو تموم کردم و بعد از اون هم مهندسی تکنولوژی نرم افزار رو به سرانجام رسوندم. پس رشته عکاسی موسیقی و فیلم و تئاتر رو اینها چجوری این وسط کاملا بر اساس علاقه و خودآموخته بوده و تجربی بوده و من هیچ وقت تحصیلات آکادمیکی در این زمینه نداشتم. طبق معمول تو همه خونه ها یک دوربین آنالوگ بوده و من خیلی با این عکس میگرفتم. تو سفرهایی که میرفتیم یا حالا هر موقعیتی که پیش میومد، از اون تایم من علاقه به عکاسی داشتم و در واقع بحث موسیقی و علاقه به موسیقی هم از دوران کودکی تو خونه ما بود، چون پدر من روحشون شاد سنتور میزدن و درسته که من علاقه خیلی زیادی به موزیک سنتی ندارم، اما همیشه موزیک تو خونه ما پلی بود و از دوران در واقع نوجوانی یواش یواش علاقه من به موزیک راک و متال شکل گرفت. توی رزومه کاریتون برنامه ها و کنسرت های مختلفی رو میبینم و بیشک خب من شما رو یک کارآفرین میدونم. خودتون رو یک کارآفرین هم میدونین در این راستا؟ اگر که برگزاری کنسرت و ارگانایز کردنش و مدیریت گروه های موسیقی و به سرانجام رسوندنشون رو اسمشو کارآفرینی بذاریم، آره. حتما. اگر اسم اینها رو بتونیم کارآفرینی بذاریم، پس منم میتونم یک کارآفرین باشم. سال 2010 یه فستیوالی بود به اسم سانیستر فستیوال، اونجا من با یک سری دوستان گرجستانی آشنا شدم. بعد از چند ماه یکیشون با من تماس گرفت و گفتش که یک خبرنگاری از سمت گرجستان میخواد بیاد ایران، راجع به فیلدهای مختلفی گزارش تهیه کنه، زندگی جوانان و و و تفریحات، خیلی چیزای مختلف، و خیلی علاقه داره که از بچه‌های موزیسین راک و متال هم در واقع گزارشی بگیره اگر میشه. منم شروع کردم گشتن دنبال یه سری بچه‌ها و کانکشن پیدا کردم باهاشون که یه همچین خبری رو به اطلاعشون برسونم. با گروه 5 گرم و آژیراک قرار گذاشتیم توی استدیوی خیابون ولیعصر به اسم اونجر. اون خانم اومد و بچه‌ها اومدن و این مصاحبه شکل گرفت. از این منجر شد به اینکه یونیراک 2011 من 4 تا اجرا برای گروه های 5 گرم و آژیراک در استانبول ترتیب دادم. 3 تا از اجراها توی 2 تا بار بود به فواصل مختلف و هر کدومم یه اجرا توی یونیراک فستیوال داشتم. 5 تا گروه هستن که مستقیما من مدیر برنامه هاشون هستم. گروه کهتمیان، گروه 5 گرم، عرض کنم خدمتون گروه آتریا، گروه اوستا و گروه رخ. نه. که در طول این چندین سال عرض کنم خدمتتون که برای تمام این گروه ها اجراهای داخل و خارج ایران هم برگزار کردم، چه به صورت تک اجرای خاص برای همون گروه، چه تحت قالب برنامه های مختلف مثلا شب شنبه ها. اگر که بخوام ازتون بپرسم، در این راستا به حال 2 دهه هستش که داریم تو این فعالیت ها هستین، افرادی که در واقع کمک شما کردن یا تأثیرگذار بودن، میتونین از این افراد نام ببرین؟ یکی از تأثیرگذارترین افراد که تو این مسیر خیلی همراه من بود و اگر ایشون حضور نداشتن، من به ذرس قاطع میگم که در واقع موزیک راک و متالی که امروز هرچی که هست داریم ازش صحبت میکنیم سطحش خیلی پایین تر بود، آقای دکتر دادویی هستن. و علتش اینه که ایشون یه برنامه ای رو در واقع ترتیب داده بودن، یعنی ایده و
تمام برنامه ریزیش با ایشون بود به اسم شب شنبه ها. بله. ایده این برنامه این بود که شنبه ها که سالن های تئاتر تعطیل هستن، یک سری گروه های موسیقی با هدف در واقع نزدیک شدن آدینس تئاتر و موسیقی به هم و ترکیب این دو اتفاق تحت عنوان پرفورمنس موسیقی در سالن های تئاتر برگزار بشه. اگر که به عنوان شخصی که چند دهه، هر حال دو دهه هست تقریبا این همه فعالیت کردین توی رشته‌ای که بسیار بهش علاقه‌مندین، راک و متال در ایران، بخواین توصیه هایی رو به جوونا بکنین، شما چه توصیه‌ای رو به جوانان میکنین اگر علاقه‌مند به موسیقی متال و راک باشن؟ بزرگترین و جدیترین حرف من اینه که از هیچ فرصتی برای اجرا ردش نکنین، حتما هر فرصتی شد اجرا کنین. خیلی سخت نگیرید داستانو، یعنی خیلی ایدئال به قضیه فکر نکنید. خیلی از گروه ها دیدم که ترک های خوبی گاهن نوشتن ولی خودشون هم میشینن گوش میکنن و بهش ایراد میگیرن. اون موزیک امروز ساخته شده، مال امروزه. اگر شما بخوای هی نگرش داری تا مثلا فلان پلاگین رو تهیه کنی، فلان افکت رو تهیه کنی که بتونی با اون رکوردش کنی یا هر بحث دیگه‌ای موکول کنی ریلیز کردنش رو به آینده، اون ارزشش رو از دست میده، به خاطر اینکه دنیا داره حرکت میکنه، موزیک دنیا داره حرکت میکنه، شرایطی مهیا بشه که در واقع روزی در ایران بتونن گروه های خارجی، گروه های فعال و درجه یک خارجی بیان و داخل ایران اجرا کنن، چه تحت قالب تک کنسرت چه تحت قالب فستیوال های مختلف. این واقعا یکی از بزرگترین هدف هایی که من دارم. متشکرم جناب خرازی، شاد و پایدار باشید.